مجله لوپوان چاپ پاریس شماره آخر سالش را به تمدن پارس اختصاص داده است. با عکسی از یک تصویر سنگی یک سرباز هخامنشی در تخت جمشید. این شماره ویژه مقاله ها و گزارش های زیادی راجع به ایران باستان و ایران امروز دارد. یکی از نویسندگان ویژه نامه آرمین عارفی است که ساعتی پیش با او در پاریس تماس اینترنتی داشتم و اول از او پرسیدم که چطور شد که موضوع تمدن پارس برای این شماره ویژه انتخاب شد. والا این ایده سردبیران بود که در دقیقاً 3 ماه پیش به این ایده افتادن که خب در مورد تمدن پارس صحبت کنن برای شماره ویژه. این شماره ویژه چی هست؟ اینه که هر آخر سال برای تعطیلات عید کریسمس و سال نو یه شماره ویژه هست که فرانسوی ها بتونن بخونن، بیشتر در مورد تاریخ یا بیشتر فرانسه یا قصه خاصی بدونن. چرا پارس؟ چون بالاخره 2 ساله یا حتی 2-3 ساله اصلا تصویر ایران خیلی بهتر شده توی مطبوعات فرانسه، خیلی مثبت شده. چرا؟ منظورتون از وقت توافق هسته‌ای به بعده؟ از اومدن آقای روحانی به ریاست جمهوری و به خصوص از موقعی که برجام امضا شد، خب یه دفعه تصویر ایران خیلی مثبت شد. خب سالها تصویر ایران زیاد مثبتی نبود، الان دقیقا داریم مشاهده میکنیم که خب تصویر ایران و ایرونیا خیلی بهتر شد توی مطبوعات فرانسه و برعکس حالا تصویر کشورهای مثل حالا قطر و به خصوص عربستان که این جایگاهی که ایران توی سالهای 80 و 90 میلادی توش بود که زیاد جالب نبود، این نقش رو امروز داره. مثلا کشورهای مثل توی کشورهای عربی خلیج فارس یا عربستان به خصوص داره. این شماره چه مطالبی هست؟ مطالب جالب چی دارید؟ خب نکته جالب این است که خواستیم، خب خوانندمون بیشتر همون فرانسوی هستیم، خواستیم هم تمدن ایران باستانی، پارس باستانی رو معرفی کنیم. خب من به فرض مثال پرسپولیس رفتم، خب رفتم در مورد داریوش صحبت کردیم، خب کوروش کبیر توی پاسارگاد و هم میگم این قصه سنگ‌ها رو توضیح دادیم. هم نکته جالب این است که خواستیم این تمدن رو، این تاریخ باستانی ایران رو بکشونیم تا امروز که مثلا با هم اونجا توریستا صحبت کردیم که تعداد فرانسوی ها بسیار زیاد بود، هم با خود جوانان ایران یا توریستای ایرانی که میرفتن اونجا. خب همونطور که به شما گفتم رفتیم پرسپولیس، یزد رفتیم که بریم دوباره زرتشتیا، از اون طرف یکی از خبرنگارمون رفت اصفهان که در مورد مثلا دوره صفوی صحبت کنه و همونطور منم رفتم مشهد که برم حرم امام رضا که در مورد اسلام شیعه و امامای ایران صحبت کنیم. پس هم در مورد پارس باستانی صحبت کردیم، هم در مورد پارس و ایران اسلامی بعد از حمله عربا که بتونیم این دوتا نکته، دوتا فصل تاریخ ایران رو خوب توضیح بدیم. و واکنش ها در فرانسه چه بود به این شماره ویژه لوپان؟ فعلا عکس العمل خواننده فرانسوی خیلی مثبت بوده و برایشون خیلی جالبه که مثلا چیزی که من شنیدم اینه که میگن که اولین اعلامیه حقوق بشر توی ایران پیش اومد از طرف کوروش کبیر، اولین مثلا دین یک خداپرست از ایران میومد و خیلی از فرانسوی ها دلشون میخواد برن ایران و خیلی ها حتی رفتن. من برام خیلی جالب بود پرسپولیس یا حتی یزد بهترین تعداد توریست که دیدم فرانسوی بودن، هم توریست خب یه خود سنبالا همونطور که چندین سالی که داره میرن، ولی هم نکته جالب اینه که توریستای جوون با بکپکشون با کوله پشتیشون میرن ایران و چیزی که برایشون از همشون جالب تره هم تمدن هم خود برخورد مردم ایران که واقعا همشون به من میگن که ما تا حالا مردم به این گرمی و مهمون نوازی ندیدیم. آها، شما خودتون سفر کردید به ایران برای نوشتن این شماره، این ویژه نامه، درسته؟ کجا رفتید؟ چه دیدید؟ کلا من 9 سال نتونسته بودم برگردم ایران، 2 سال میتونم اونجا کار کنم همیشه، خب با مجوز وزارت ارشاد و خب برام خیلی جالب بود، برام که خب نسبت به حالا زمان احمدی نژاد، به خصوص اول زمان احمدی نژاد که من اون موقع ایران بودم، خب خیلی چیزای تغییر کرد. بالاخره جوونا رو خب یه خود آزادتر هستن با اینکه حالا آزادی یه شاید ظاهری باشه، ولی بالاخره پوشش، حجاب
بسیجا خب خیلی کمتر اصلا پیداشون نمیشه، خیلی کمتر هستن تو خیابونا، گشت ارشاد همونطور. و چیز از همه چی مهمتر تکنولوژی، یعنی که هر جوان ایران امروز یه موبایلی داره، یه اسمارت فون همونطور که تو فرانسه صداش میزنیم، و از این طریق کاملا دسترسی کامل به تمام خبرها، اخبارهای هم ایران هم دنیا داره. این خیلی نکته جالبی هست و مهمی هست تو ایران، برای اینکه خب 9 سال پیش انقدر دسترسی نداشتن. و برخورد ایرانی ها با شما به عنوان خبرنگار ایرانی فرانسوی که برگشتید به ایران چه بود؟ چه میگفتن؟ خب واقعا چیزی که من میتونم بگم به عنوان خبرنگار که خب تمام خاورمیانه کار میکنن، واقعا همیشه خب بعضی وقتا سخت را مجوز پیدا کردن برای ایران، ولی خب با اینکه حالا اخیرا مجوز راحت دادم تو برای این سوژه و تو این سالهای اخیر، توی 2 سال اخیر، ولی مردم ایران همیشه خیلی آسون بود کار کردن. یعنی آدم ازشون آدم یه سوال میپرسه تمام زندگیشون میگن، یعنی جایی من تا حالا به این آسونی ندیدم. هر جایی باشه، پرسپولیس، شیراز، شمال تهران، جنوب تهران، مشهد، خیلی راحت برخورد میکنن، خیلی اصلا دلشون میخواد صحبت کنن، بگن از کشورشون، بگن از مشکلاتشون بگن. و خب چیزی که برام خیلی مهم بود اینی که اتفاقا تو همون سایت های مثلا باستانی یا تاریخی که رفتن، از یه طرف مردم فرانسه، واقعا مردم فرانسوی، توریست فرانسوی که اونجا بودن، خیلی یعنی اصلا شاکی بودن، چه تمدنی، چه خونگرمی مردمی، چه اصلا چه سیویلیزاسیون، چه امپراتوری بود ایران پارس. از اون طرف خیلی از جوانان ایران به من میگفتی تو اومدی ایران چه کار، خب خیلی ما خوشحالیم، ولی برو همون فرانسه حال کن، برو اونجا کار کن، ما داریم سعی میکنیم بریم. چرا؟ برای اینکه نگرانی دارن نسبت به آیندهشون، نسبت به شغلشون بیشتر از همه چی. آرمین عارفی بود، روزنامه‌نگار و نویسنده مجله لوپوان چاپ پاریس، درباره شماره ویژه آخر سال این مجله در مورد تمدن پارس. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. یک فرمانده ناتو درباره افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های زیردریایی‌های روسیه هشدار داده. دریابان اندرو لنن گفته تمرکز روسیه بر کابل‌های زیردریایی اینترنت است که اروپا و آمریکا را به یکدیگر متصل می‌کند. اطلاعاتی به ارزش میلیاردها دلار هر روز از این طریق بین دو قاره رد و بدل می‌شود و قطع یا اختلال این کابل‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی به تبادل اطلاعات در جهان وارد کند. و دسترسی به این کابل ها هم میتواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار دولت روسیه قرار بدهد. پلیس فدرال آمریکا یک سرباز سابق تفنگداران دریایی آمریکا را به اتهام برنامه‌ریزی و برای حمله تروریستی به سان فرانسیسکو دستگیر کرد. مقام های اف بی آی گفتند که اوریت آرن جیمسون 25 ساله از هواداران داعش بوده و نقشش را با ماموران اف بی آی مطرح کرده. مداره که به دست آمده از اون نشان میدهد که او قصد داشته بخش توریستی شهر سان فرانسیسکو را هدف قرار دهد. اف بی آی گفته در خانه متهم اسلحه، یک وصیت‌نامه و یک یادداشت بر عهده گرفتن مسئولیت حمله پیدا شده. بیش از 100 نفر در طوفانی در جنوب فیلیپین کشته شدند. به گفته مقام ها 10 نفر هم ناپدید شدند. طوفان باعث سیل و رانش زمین در جزیره مینداناو، دومین جزیره بزرگ فیلیپین شده. یک دهکده بر اثر رانش زمین به کلی زیر گل و لای دفن شده. این طوفان همچنین اردوگاه آوارگان در ماراوی که به کلی ماراوی رو به کلی خراب کرده. آنها برای فرار از درگیری ها بین نیروهای دولتی و داعش به آنجا فرار کرده بودند. آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیای آمریکا که از چند هفته پیش شروع شده، حالا به بزرگترین آتش‌سوزی ثبت شده در تاریخ این ایالت تبدیل شده. آتش بیش از 700 خانه را سوزانده و مساحتی بیش از 1000 کیلومتر مربع را خاکستر کرده. این مساحت منطقه‌ای به اندازه نیویورک، بروکسل و پاریس را شامل می‌شود. آتش اول از سانتا پائولو شروع شد و بعد به طرف سواحل غربی آمریکا حرکت کرد. هزاران آتشنشان برای مهار آتش‌سوزی به این منطقه اعزام شدند. فرزند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، خبر داده که پدرش برای تکمیل دوره درمانی به خارج از کشور سفر کرده. او اشاره‌ای به جزئیات بیماری پدرش و کشوری که به آن سفر کرده نکرده. گفته شده که کلاس‌های درس آقای هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه مدتی است برگزار نمی‌شود و او مدتی است که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شرکت نکرده.
از آقای شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نام برده می‌شود. وزیر دادگستری آمریکا خبر داده درباره آنچه کارشکنی دولت اوباما در مسیر شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه و پولشویی حزب الله لبنان خوانده تحقیق می‌کند. نشریه پولیتیکو به تازگی در گزارشی گفته که دولت باراک اوباما به خاطر رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در این تحقیقات که می‌توانسته پای نیروی قدس سپاه پاسداران را به وسط بکشد، کارشکنی کرده. سام فرزانه خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ما. سام، در گزارش پولیتیکو چه آمده؟ فرداد، چیزی که پولیتیکو نوشته اینه که سالها و مدت‌هاست که نیروهای حزب الله، کسانی که وابسته هستند به این نیرو در بخش‌های مختلف جهان از جمله غرب آفریقا و آمریکای لاتین، مشغول قاچاق هستند. بعضی از کارهایی که اینها میکنن مثلا مواد غذایی یا قطعات الکترونیکی معمول هست که خب حالا خیلی هم شاید چیز ویژه‌ای نباشه، اما در بعضی موارد نوشته شده که اینها کمک کردن برای اینکه مثلا تحریم‌های ایران رو دور بزنن، مواد مخدر همونطور که گفتی، اسلحه و پولشویی، اینها هم جزء کارهایی بوده که اونها انجام میدادن. در آمریکا یک نهادی هست به نام DEA که کار مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله کارهایی که این نهاد انجام میده، بخشی از نیروهای فدرال هستن. این گزارش میگه که دولت آقای اوباما جلوی تحقیقات بیشتر این نهاد رو میگرفته و اجازه نمیداده که اینها افرادی که به حزب الله نزدیک هستند رو برن طرفشون، و به گفته این افراد، کسانی که مصاحبه کردن با پولیتیکو، دولت آقای اوباما این کار رو میکرده برای اینکه نمیخواسته که ایرانی ها رو ناراحت بکنه و نمیخواسته که به اونها در واقع کاری بکنه که اونها از پای میز مذاکره سر برنامه هسته‌ای بلند بشن. یک نکته دیگه هم که گفته شده اینه که انقدر دولت آقای اوباما روی این مسئله تبلیغ کرده بوده، برای کسانی که در دولت بودن، در رده های پایین‌تر، کسانی که مثلا در همین DEA بودند، اینها براشون سخت بوده که مثلا بخوان خلاف خواسته قدرت بزرگتر اصلی کاری بکنن و مثلا مانعی ایجاد بکنن در این زمین. آقای سشنز حالا گفته که امیدواره که این ادعاها درست نباشه، اما به هر حال وعده این رو داده که یک هیئتی تحقیق بکنه درباره عملکرد دولت آقای اوباما. هیچ کس از مقام‌های سابق دولت اوباما واکنشی نشون داده به این موضوع؟ چند نفری واکنششون دادن، از جمله سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در دوره آقای اوباما که صحبت کرده و به کل یک همچین این گزارش رو رد کرده و نکته‌ای رو گفته درباره مصاحبه شونده هایی که پولیتیکو به سراغ اونها رفته. میگه که این افراد کسانی هستن که همکنون برای اندیشکده‌ها و مؤسسه‌های دست راستی کار میکنن که از ابتدا به صورت ایدئولوژیک اصلا مخالف توافق هسته‌ای با ایران بودند و حالا در جهت منافع اون اندیشکده است که دارن چنین حرفایی رو میزنن. و این رو هم اضافه کرده که آقای اوباما و دولتش بارها گفتن که مذاکرات هسته‌ای صرفاً برای رسیدن به توافقی درباره مسئله هسته‌ای بوده و هیچ ربطی به موضوعی دیگه نداشته. جان، یکی از نزدیکان جان برنن، از رئیس سابق CIA، او هم صحبت کرده و او هم تکذیب کرده این گزارش رو، و همینطور دیوید کوهن که هم در وزارت دارایی آمریکا بوده و هم قائم مقام بوده در CIA و در هر دو مورد هم خودش مدعی هست که با این موضوع سر و کار داشته و میگه یک همچین چیزی اصلا نشنیده که فشار روی حزب الله نباید گذاشت. ممنونم از تو سام فرزانه در واشنگتن. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید حکمیت درباره انتقادهای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، پذیرفته نمی‌شود و این انتقادها هم تأثیری بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی ندارد. در فیلیپین عملیات کمک رسانی به بازماندگان طوفان استوایی ادامه دارد. به گفته مقام‌ها بیش از 200 نفر کشته و 10,000 نفر آواره شدند. مقام های ترکیه 2700 نفر را به اتهام ارتباط با سازمان های تروریستی اخراج کردند. سربازان، معلمان و کارمندان بخش های عمومی از جمله اخراج شده ها هستند. این تازه ترین دور از اخراج ها
بعد از کودتای نافرجام یک سال و نیم پیش است. از آن زمان تا کنون بیش از 150 هزار نفر اخراج یا تعلیق شدند. گروه های حقوق بشری رئیس جمهوری ترکیه را متهم می کنند که از کودتای نافرجام به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مخالفانش استفاده می کند. بنابر گزارش مؤسسه فریدام هاوس، حکومت ایران به طور گسترده و از جمله با تولید محتوای جعلی گردش اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی را کنترل می‌کند. در برنامه امروز هشتگ شما می‌پرسیم آیا حکومت ایران در کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی موفق خواهد شد؟ برای اینکه نظرتون رو بشنویم از طریق یکی از راه‌هایی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید می‌تونید با ما تماس بگیرید و یا نظر و شماره تلفنتون رو روی برنامه تلگرام به ما بفرستید. شناسه ما هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. و به این ترتیب میرسیم به پایان اولین بخش خبری امروز. خبرهای بیشتر روی وبسایت ما هست به نشانی bbcpersian.com.